مهمان امروز من به تعبیر خودش بچه آخوند است. بچه آخوندی که میگوید جمهوری اسلامی را نه امریکا که گروهی از همین آخوندها که در حال چپاول سرمایه ملی هستند سرنگون خواهند کرد. این چشم پزشک 47 ساله روزی به دلیل کتاب کردن اعترافهای اجباری گروهی از دیگراندیشان در برنامه تلویزیونی هویت به همکاری با دستگاه امنیتی متهم بود. ولی همان دستگاه امنیتی در 3 سال گذشته در 6 نوبت از او در سلول انفرادی پذیرایی کرده. حبسهایی که با بیش از 100 روز اعتصاب قضای او همراه بوده. او تغییر نظرش را ناشی از چه می‌داند و چطور است که بی‌پروا حرفایی می‌زند که خیلی‌ها با کمتر از آن به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند؟ او به دنبال چیست و پشتش به کجا گرم است؟ آقای دکتر مهدی خزعلی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. جناب دکتر خزعلی، پدر شما که روحانی نزدیک به آیت الله خامنه‌ای از شما اعلام براءت کرده. اعضای خانواده شما برای شما خط نشون میکشند و میگید که تهدید شدید و کتک خوردید. ولی با این حال به رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه‌های تون می‌نویسید. حالا هم که تو دفتر کارتون در تهران نشستید دارید با ما صحبت می‌کنید. میتونم بپرسم که شما پشتتون به کجا گرمه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض کنم که پدر اعلام براءت از مواضع کردند و بارها هم در جاهای مختلف گفتن که مهدی متدینه، اما از مواضع انتخاباتی ایشون اعلام براءت کردند بعد از سال 88 و قبل از این هم در سال 84 هم که من از آقای هاشمی حمایت کردم ایشون اون موقع هم از مواضع انتخاباتی اعلام براءت کردن، اما الان خود ایشون از احمدی نژاد اعلام براءت کردن و رسیدن به اون حرف هایی که ما 7 سال یا 8 سال گفتیم. و بله، در خانواده ما یک اختلافات دیدگاهی داریم که من فکر میکنم طبیعی است و پسندیده است. بنا نیست اندیشه ها رو به ارث ببریم. ایشون نظرشون حفظ نظام به هر قیمت است و میفرمایند که اگر رهبری من رو به ناحق بخوابونه شلاق بزنه پا میشم و ازشون حمایت میکنم به عنوان حفظ نظام. و ما معتقدیم که نظام، نظام ارزشی اسلام است و وقتی که ارزش ها تعطیل شد اون نظام دیگه نظام اسلامی نیست. بایستی نظام ارزشی اسلام رو بله به هر قیمتی ما حفظ کنیم و ما ایستاده ایم پای اون. و فکر میکنم پشت من به همون خدای گرم است که آمادم برای او جانم رو بدم و در اعتصاب قضا واقعا عزم کرده بودم تا شهادت ادامه بدم. من 3 نوبت با اعتصاب قضا آزاد شدم و جمعا 115 روز شد. دفعه آخر 64 روز اعتصاب قضا بود که من فکر میکنم یه عزمی بود برای اینکه میخواستم به خیلی شهیدانی که در دوران جنگ در کنارشون بودیم به اونها بپیوندم. تنها چیزی که فکر میکنم پشتگرمی من هست این که چیزی برای نگه داشتن یا از دست دادن ندارم. اونها هم اینو میدونن. ولی جناب دکتر، دیگرانی هم مثل شما بودن که به اصطلاح پشتگرمی خدا وارد این عرصه شدن، ولی ظاهرا در این مورد خدا هم داره گزینشی عمل میکنه برای اینکه پشت خیلی های دیگر رو نگیره ولی پشت شما رو گرفته. عرض کنم ببینید، من در دادنامه اولم به 24 سال تبعید در برازجان که 14 سالش در زندان برازجان هست تبعید شد، محکوم شدم. در دومی 2 سال، در سومی 6 ماه. یعنی شاید رکورد محکومیت های فعلی در دوره بعد از انتخابات هم دست من باشه. این که چرا اجرا نمیشه، خب من 3 بار رفتم، اتفاقا بازداشت ها کاملا غیر قانونی بوده. من به آیین دادرسی اعتراض کردم، به این که بنده در دادسرای رسانه محاکمه میشم بدون هیئت منصفه یا حتی در بعضی جاها بدون حق ملاقات با وکیل. اعتصاب قضای اول من بود، میخواستم وکیلم رو ببینم و اجازه نمیدادن و گفتم خب تا نبینم البته بعد گفتم تا نیام بیرون دیگه. بحث اینطوری بوده. بله، محکومیت ها هست، استثنایی هم هست، میپذیرم این رو واقعا که 2 نفر مینویسن، یکی بنده، یکی آقای نوریزاد، و آقای نوریزاد هم میگفت ما استثنا هستیم و مینویسیم و آقایون جناح حاکم
تحمل میکنن. شاید نسبت به دیگران این تحمل کمتره، اینو میپذیرم، من هم علتش رو نمیدونم، شاید به هر حال به دلیلی که ما چگونه آزاد شدیم باشد این قضیه. به هر حال من هم به دستور کسانی آزاد شدم که فکر میکنم یه موقعی بازجو هم میگفتش که ما حرکات شما رو مراقبیم، گفتم من فکر میکنم در دوران جاهلیت هم وقتی یک نفر امان میداد به کسی، امانش محفوظ بود برای تمام قبایل همپیمان. حالا رئیس قبیله اگه امان بده دیگه قطعاً، اونجا یک نفر فرد عادی قبیله اگه امان میداد امانش محترم بود. اگه رئیس قبیله امان داد، حداقل این است که انتظار داریم همه قبیله، حالا قبایل دیگه هم همینطور، به اون امان پایبند باشند. شاید آقای خزعلی، شاید علت این باشه که کماکان شما به نوعی به این حاکمیت و مقامات بالاش وصل هستید، حالا از طریق پدرتون گوین که اعلام براءت از موضع شما کرده، ولی با این حال به هر حال جز همون خانواده هستید و امید به این میره که ممکنه شما از این موضع فعلیتون یه زمانی برگردید و با داره به همون آقازاده‌ای که بودید برگردید. عرض کنم الحمدلله خداوند توفیق داده که هیچ وقت من زندگی آقازادگی نداشتم، همیشه با زحمت کشی و همیشه هم منتقد بودم. در دوره های رؤسای جمهور قبل هم من در نقش یک منتقد بودم، می نوشتم، ولی خب بردش اینقدر نبود، شاید فضای رسانه‌ای و سایبری اینقدر پیشرفت نکرده بود، ولی اون موقع هم من منتقد بودم. حتی دوران اصلاحات من منتقد جدی اون دولت اصلاحات بودم، در دولت آقای هاشمی منتقد بودم و فکر میکنم که من به عنوان یک نقاد شغلم همین، آقایون باید بپذیرن که من وقتی که برای آقای موسوی 11 شهر سخنرانی کردم، در یکی از شهرها گفتم وقتی ایشون رأی بیاره اول منتقدش منم. اصلا ما کسی رو میخوام که نقدش کنیم، دموکراسی یعنی همین، یعنی نقد حاکمیت، یعنی تحمل مخالف، یعنی فرصت دادن به صحبت دیگران. من نقاد بودم، هستم، ایشالا آقازاده نخواهم بود، ولی یه تفاوتی با بقیه منتقدین من دارم، اونم این که من به قانون اساسی پایبندم، من به نظامم علاقمندم، من معتقد به انقلاب اسلامی هستم و اگه الان دارم تلاش میکنم چون جناح حاکم رو باعث انحراف در مسیر انقلاب و ارزش‌های اسلام میدونم. من معتقدم اونها نابود کردن، اونها در جنگ نبودن. ببینید دعوای ما این است که سران سه قوه در جنگ نبودند، ارزش‌های جنگ رو نمی‌شناسند، ارزش‌های انقلاب اسلامی رو نمی‌شناسند. باور کنید سران سه قوه در انقلاب هم نبودند. ولی جناب دکتر خزعلی، ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم، شما میگین که شما اون قدیم‌ها هم آقازاده نبودید، ولی نظرات دیگری هست که شما بودید. بحث در اینه که همین انتشارات حیان که شما دارید و بزرگترین متون پزشکی رو منتشر می‌کنید و از بزرگترین انتشاراتی در این زمینه هستید، ناشی از همین موقعیت برتر شما به عنوان آقازاده بوده. و حتی صحبت از اینه که در جایی با آقازاده دیگری شما شریک بودید و وقتی که اختلاف بینتون به وجود اومده، سران قوم جانب اون یکی آقازاده گرفتن و از اونجا بوده که شما به هر حال منتقد شدید. نه، واقعش انتشارات کشور ما یکی از فقیرترین مشاقل که توجیه اقتصادی نداره نشر، و ما بیش از 8000 ناشر داریم که هیچ کدوم هم آقازاده نیستن و یک لیسانس کفایت میکنه برای گرفتن مجوز نشر، به همه هم میدن و همه هم میتونن برن انتشاراتی بشن. من هم از یک زیرپله شروع کردم، بعد هم با یه جای اجاره‌ای، و الان هم دفتر انتشارات هنوز هم اجاره‌ای است. فقط به عنوان یک پزشک کار کردیم، نوشتیم، چاپ کردیم و چیز اصلا رانتی تو اینجا وجود نداره. و جالبه بدونید که همون کاغذی که سهمیه‌ای اون موقع وارد میشد، ما اون زمانی که به دولت اصلاحات، حتی دولت بعد، کاغذ به دوستان و اعوان و انصارشون میدادن، ما کاغذ آزاد میگرفتیم و از همون هم استفاده به اندازه چاپمون نکردیم. نمیگم هیچ وقت سهمیه ها رو باید گرفت، به هر حال ناشر باید بگیره کتاب چاپ کنه، صفحه کتاب بشه، ولی ما نه، آزاد میخریدیم و هیچ رانتی نبوده در طول انتشارات. حالا بغیر از انتشاراتی جناب خزعلی، بغیر از انتشاراتی، اون صحبت دومی که مطرحه که من گفتم بهتون که با یک آقازاده دیگه شریک بودید و اختلاف پیدا کردید و جانب شما گرفته نشد و شما منتقل شد. نه، من با آقازاده شریک نبودم، با یک دوست همکلاسی دوران دانشگاه که هم توی کلاس بود با هم می‌رفتیم،
یه متشارکت داشتیم و بعد طبق معمول ایشون انتشارات دیگه ای زد. آقازاده هم نبود، پدرشون یک کارگر ساده بود و بعد هم انتشارات بسیار موفقی زد. او هم بسیار موفقه و قطعا از ما هم موفق‌تر، با اینکه آقازاده هم نیست. یعنی شما با پسر آقای واعظ طبسی هیچ وقت شریک نبودید؟ اصلا من ایشون رو تا به حال با ایشون سلام و علیکی نداشتم الحمدلله، و ایشون رو ندیدم، نه سلام علیکی داشتم، نه همکار بودم، نه شریک بودم. نه، من با یک همکلاسی دوران تحصیل طب عمومی در دانشگاه تهران با هم شراکتی کردیم و بعد هم از انتشارات حیاش، نه تنها اون، 10 تا ناشر دیگه جدا شدن که وقتی اومدن مدیر بودن، رفتن خودشون مستقل شدن و ناشرهای بسیار خوبی هم هستن، همشون هم قوی هستن و همشون هم موفقن الحمدلله. خب حالا شما جناب دکتر، شما فقط تمام فعالیت به اصطلاح شغلیتون همین انتشاراتی، به غیر از چشم پزشک بودنتون همین انتشاراتی بوده؟ چون بعضی ها شما رو متهم میکنن که با وزارت اطلاعات ایران هم همکار بودید، همکاری میکردید، دلیلش هم انتشار اون سری کتاب هویت که بر اساس سری اون برنامه های تلویزیونی اعترافگیری اجباری از مخالفان حکومت بوده. ببینید، بله، من میدونم کسانی عمدن این رو میگن و افرادی که مشخص در فضای سایبری رو نوشتن. واقعا من نه با سعید امامی، نه با کسانی که برنامه تلویزیونی هویت رو درست کردن هیچ آشنایی نداشتم و فقط من هم مثل بقیه بعضی از قسمت‌ها رو، همش هم ندیدم، از تلویزیون دیدم. اما کتاب هویت رو که در واقع اون برنامه پخش شده است، اول بگم هویت برنامه خوبی نبود. بسیاری از حرفای کسانی است که در بازداشت مثل آقای سعید سیرجانی، مرحوم سعید سیرجانی، ما اینها رو تایید نمی‌کنیم و رد می‌کنیم. قویاً کار خوبی نبود، اما کتاب اون برنامه تلویزیونی است. من اینو تایید می‌کنم، باید مستند می‌شد و وقتی هم مستند شد، کسانی که مخالف بودن، آقای علی لاریجانی بود که از ما شکایت کرد چرا اینو منتشر کردید، اما کسانی که اسمشون در کتاب بود مثل آقای گلشیری حمایت کردند. و این رو هم بگم، ما توی برنامه هیچ دخالتی نداشتیم. الان هم میگم دادگاه های سال 88 که پخش شد، دادگاه هایی که نمایش بود در واقع در تلویزیون، الان بذارم من اون کتابش رو چاپ میکنم و اون مذاکرات دادگاه ها رو معتقدم بایستی پخش بشه و مستند باشه برای آیندگان. ولی حرکتی که بخوایم اعتراف بگیریم از زندان ها و این رو فیلم کنیم، این مردود است. فیلم هم بیاریم توی دادگاه، اونم مردود است. نه هیچ گونه چیزی همکاری با هویت و اطلاعات و اینها نداشتم. اما کسانی که آوردن، من عرض میکنم کسی که این کتاب معرفی کرد با سرمایه خودش هم اومد در اینجا چاپ شد، بله، از کسانی بودن که به خصوص واسطه اینها آقای بهمن دوری بود که الان ظاهرا به خاطر مسائلی که نمیخوام ذکر کنم در ارشاد برکنار شده و به هر حال ایشون همکاری تنگ و تنگی داشته. من معتقدم ایشون تنگ و تنگ با سعید امامی به همکاری داشته. کتاب رو ایشون آوردن متن رو و ما به عنوان یک ناشر استقبال کردیم و الان هم هر کسی متن دادگاه آقای ابتهی، آقای عطریانفر، آقای شریعتی اینها رو بیارن، ما استقبال میکنیم چاپ کنیم اگه مجوز بدن. اون موقع دوره اصلاحات مجوز میدادند، ولی الان نمیدن. بسیار خب، شما تحصیلتون در دانشگاه شهید بهشتی به چه شکل بود؟ مثل هر کسی دیگه در کنکور شرکت کردید و قبول شدید، یا اینکه شما رو با داشتن امتیاز و بر اساس سهمیه وارد دانشگاه شدید؟ عرض کنم خدمتتون که من مثل همه در کنکور شرکت کردم و در رشته پزشکی از دبیرستان علوی بودم. حالا جالب بدونید که دبیرستان علوی اون سالی که ما شرکت کردیم یک نفر فقط قبول نشد. اون یک نفرم به خاطر عارضه‌ای بود قبول نشد، یعنی بیماری بود، کسالتی بود که قبول نشد، وگرنه همه قبول شدن و سطح علمی مدرسه علوی همین گونه بود و همه قبول شدن. کار شاقی هم نبود اون زمان برای بچه‌های مدرسه علوی که قبول بشن، همه قبول شدن. ولی خب در چشم پزشکی، بله، رسما میگم بنده در چشم پزشکی ورود در چشم پزشکی با سهمیه در واقع بورسیه است و رضا هم سعی میکنم کار نکنم، به جهت اینکه واقعا باید پذیرفت وقتی در چشم پزشکی وارد میشیم. البته همه باز دوباره وارد شدن به عنوان افرادی که به هر حال اون زمان ما مشغول بودیم در ارگان ها، در اون موقع وزارت دفاع با سهمیه وزارت دفاع بود و
اینکه ریاست جمهوری همه دوستان وقتی رفتن شدن جراح و قلب و انتی و همه چی رفتن آخر در واقع بود وقتی میتواند کسی دیگه در یک رقابت وارد چشم پزشکی بشه چرا من بایستی ورودم به چشم پزشکی با بورسیه باشه و همه وارد شدن. من آخرین نفر بودم و تخلفی نکردم، قانون بود و این سهمیه ها موجود بود. چون با سهمیه وارد شدم در چشم پزشکی الان هم سعی میکنم انشاءالله هیچ گونه کار حرفه ای انجام ندم و رد میکنم این مسیر رو و باید در آینده کاری کنیم که کسی با این سهمیه ها وارد نشه انشاءالله. بسیار خوب آقای خزری، شما جز زندانیان سیاسی بعد از انتخابات به حساب میایین. شما خودتون علت زندانی شدن تو رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید چرا شما رو زندانی کردن؟ من واقعش همیشه در چارچوب قانون نوشتم. اصلا یه موقعی به بازجو میگفتم، میگفتم یا براءت یا اگه میخوان محکومیت بدین هر چی میخوان بدید دیگه، چون من کاری نکردم، خلافی نکردم. من مطلب نوشتم، نقد کردم و کار منم همین هست. هیچ وقتم به کسی اسای ادبی نکردم. نقدها در چارچوب قانون بوده، از قانون تعدی نکردم، خط قرمزها رو رعایت کردم، ولی به هر حال تحمل اینها خیلی کمه. جناب حاکم قانون رو در واقع تحمل نمیکنه. اگر تحمل میکرد ما بایستی حزب داشتیم، گروه داشتیم و فعالیت جدی هم میکردیم، جلوی احزاب رو گرفته. الان در طول این مدتی که سه سالی گذشته، بیش از سه سال، 40 ماه، وسایل منو که بردن ندادن، مجوز نشریاتم رو لغو کردن، باز پس ندادن، مجوز کتابهای پزشکی مردم و کتابهای پزشکی خودم رو نمیدهند، اجازه شرکت در نمایشگاه ها و غرفه های تمام استانی ما تهدید کردن، یک فشار اقتصادی بسیار شدید، چون گفتن تو رو آزاد میکنیم تا از نظر اقتصادی تو رو ضربه بزنیم. و الان هم دنبال همی هستن، دنبالی هستن که میگفتن تو رو آزاد میکنیم، تو ناشر هستی، با چک برگشتی گرفتار میشی. واقعا فشار اقتصادی که بر ما دارن تحمیل میکنن در این چند سال اونقدر سنگینه که خداوند عنایت کرده تونستیم هنوز ادامه حیات بدیم. شما از کی آقای خزری در واقع به یک منتقد جدی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شدید؟ یعنی چه چیزی باعث شد که شما چشم گوشتون به اصطلاح باز بشه؟ ببین، من اصلا بنا نداشتم هیچ وقت شغل دولتی بگیرم. من میخواستم کنار باشم، در زندگی نامم نوشتم، ولی وقتی دیدم که هیچ چیزی از ارزش‌های دینی نمونده، هیچ چیزی از ارزش‌های انقلاب نمونده و واقعا داره تمام ضد ارزش‌ها، ناهنجارها، دروغ، ریا، تزویر داره نهادی نمیشه و خیلی راحت میگن برای حفظ اون نظامی که بهش علاقه من بودم، به خاطرش جنگ رفتم، جبهه رفتم، اومدیم شروع کردیم حرف زدن. به همین سادگی دیدیم که هر کاری میکنند اینها خطاست، وگرنه به هم حتی در زندان هم وعده دادن، وعده وزارت هم دادن، در همین بعض انتخابات هنوز وزراشون معرفی نکرده بودن، دعوت به همکاری کردن. اگه میخواستم نه اون موقع، الان هم دو سطر اعلام براءت بنویسم، فکر میکنم که فضا برای بهره برداری از موقعیت ها باز. حالا شما میگید که این به اصطلاح فضای اینترنتی و جریان آزاد اطلاعات سبب شد که خیلی از حقایق برای شما روشن بشه. شما حتی میگین که در جریان اعدام های سال 1367 هم نبودید و این اواخر متوجه این قضیه شدید. یه خود مشکل فهمیدن این قضیه، جناب خزری، شما یه آدم سیاسی بودید، در جبهه بودید و اون موقع آیت الله منتظری خیلی صریح و روشن نامه مفصلی در مورد این اعدام ها نوشت و به همین دلیل اصلا از اون به اصطلاح مقام قائم مقامیش خلع شد و خیلی سخت باورش که شما هیچ اطلاعی از این موضوعات نداشتین تا اینکه اینترنت به هر حال به شما اینا رو گفته. ببینید، اخیرا در سرای اهل قلم میزبان آقای احمد منتظری بودیم. ایشون جمله قشنگی گفت، گفت واقعا ما باور داشتیم اینها رو، فکر نمی‌کردیم دروغ بگن. ایشون گفتش که من فکر نمی‌کردم لاجوردی یه همچین کارایی کرده باشه یا بتونه بکنه. واقعا ما باور داشتیم. می از اون جبهه می اومدیم بعدم دانشگاه، فکر نمی‌کردیم که این اتفاقا بیفته. الان که رئیس وقت زندان اوین میاد پیش من یا مسئول فرهنگی زندان میاد پیش من و میگه چه چیزهایی بوده است، الان که زندانی ها میان میگن، اولین باره که من در بند 350 نشستم در کنار یک زندانی که سر موضع بود، زمان از سال من سایی بود و سر موضع بود، من این رو ندیده بودم، باید از این. ولی از اون موقع که میدونم خب این کتاب
آینه ای رو نوشتم، مقالاتی که از سال 83 نقد آقای احمدی در سال 83 شروع کردم، قبل از اینکه ایشون رئیس جمهور بشه کاندیدا شده بود، وضعیت شهرداریش و روانشناسی ایشون رو من نوشتم در این کتاب. خب اون موقع نوشتم، اون موقع آقای دکتر فاضل گفته بود که یک مشاوره روانی برای مسئولین بذاریم، به خصوص با اشاره به شخصیتشون به وزیر گفته بود حتما یک مشاوره روانشناسی بذارید که بعدا مملکت دچار بحران خواهد شد. خب اون موقع من نوشتم، توصیه کردم واقعا رجال سیاسی نیاز به مشاوره روانی دارند و بایستی ما دقت کنیم در استفاده از رجال سیاسی. این بحثا بوده و الان هم هست. اون زمان قطعا ما میگفتیم ولی تریبونی نداشتیم، الان من این تریبون رو دارم. الان هم اگه این سایت رو نداشتم حرفای من به گوش شما هم نمیرسید و اون موقع اگه میگفتیم کی میشنید حرفای سال 80 من وقتی رد میشم به عنوان عدم التزام به بلاد فقیه. خب پس به خاطر نقدام بوده رد شدم، رد صلاحیت شدم، من که مشکلی نداشتم. اما حرفای من نشنیده بود کسی، آقایون شنیده بودن. مقالاتی بود که در روزنامه ها به صورت محدود منتشر میشد و حالا سایتی هست که خبر همون روز دست هم میرسه. شما به ولایت فقیه هم اعتقاد دارین؟ فکر میکنین که در همین چارچوب ولایت فقیه میشه این کشور را اصلاح کرد؟ من اخیرا صحبتی داشتم با آقای الله کرم راجع به همین. ایشون میگفت ولایت فقیه شما معتقدی؟ من عرض کردم بله، اما واقعیت این است که ولایت فقیه بعضی از اینها در تفکر بعضی از اینها بالاتر از خداست و بعضی از این آقایون ولایت فقیه رو گذاشتن جای شاه. میگن که همه اموری که به یک سلطان، به یک شاه میخوام بدیم، نه ما انقلاب کردیم که نه مادام العمر داشته باشیم نه موروثی داشته باشیم، ولایت فقیه در جایگاه جانشین پیامبر و امیرالمؤمنین و امام زمان میخواد بشینه. پیامبر در 10 سال حکومت مدینه 5 بار به رأی مردم رجوع کرد. استقرار حکومت خواست مردم است، یعنی حتی خود امیرالمؤمنین تا مردم نخواهند حکومت نمی‌کند. بحث ما اینه، ولایت فقیهی که ما معتقدیم ولایت فقیهی است که مردم می‌خواهند، به خواست مردم می‌آید. اون وقت شرایطش این است که عدل باشد، اشجع باشد، یعنی شجاع‌ترین مردم، عادل‌ترین مردم، پاک‌ترین مردم، عالم‌ترین مردم این رو انتخاب کنیم. این چه اشکالی داره؟ بعد از اتفاقات سال 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری یک جنبشی به وجود اومد به نام جنبش سبز و این طیفی در این هست که دهی شاید نه چندان کم معتقدند که اصولاً بایستی یک دموکراسی، نظام دموکراتیک لائیک در ایران برقرار بشه و 30 سال تجربه جمهوری اسلامی ایران تجربه فقط شکست بوده. ببینید من فکر نمی کنم کسی به اندازه من سبز باشه. حتی در بازپرسی ها می گفتم قلم سبز هم بدیم، من با قلم سبز هم می نویسم. من خودم رو یک عضو کوچک جنبش سبز می دونم و در دادنامه من هست که او اصرار بر سبز دارد. من سبز سبز سبزم، اما معتقد به نظام اسلامی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه هستم. جنبش سبز یک افکار متفاوت و اندیشه‌های متفاوت درش شکل گرفته. ببینید جنبش سبز مسیری است به سوی آزادی، دموکراسی و قانون. همه میآیند در اونجا که ما به ساحل آزادی رسیدیم، اون سکولار هم میآید، خیمه‌شو می‌زنه و تبلیغ می‌کنه. و اگر روزی سکولار تبلیغات کرد و رأی آورد، ما کارشکنی نمی‌کنیم، میگیم شما حکومت کن. جنبش سبز مسیر به سمت آزادی‌های مشروع، دموکراسی و قانون است و هر کسی با هر اندیشه‌ای در اون جای دارد، کسی نیاد بگه جنبش سبز یعنی نظام لائیک یا سکولار یا نمیدونم هر چیزی. یعنی در واقع به رأی آزاد مردم اعتقاد دارید، هر کی مردم انتخاب بکنن اونو قبول میکنید؟ بله، جنبش سبز حرکتی است برای سیاست از آزادی‌ها و دموکراسی، اون چیزی که ما نگرانش هستیم. الان وقتی رسید آقای سکولار پرچم بزند، آقای به قول امام گفت کمونیست هم آزادن حرفشون بزنند، آقای سکولار حرفش بزنه، الان نگه جنبش سبز سکولاره، یعنی منو حذف کرده. من معتقد به آزادی و دموکراسی و قانون. بسیار خوب جناب خدای، وقتمون تقریبا تموم شده، 1 دقیقه فرصت داریم و من دوست دارم به این سوال آخر من جواب بدید و اون این که شما خیلی انتقاد از نظام جمهوری اسلامی کردید، تا این مدت مدام مقاله می‌نویسید، ولی از شخص خودتون چه انتقادی کردید؟ من واقعش پایه‌گذار این بودم، کارگزاری درست کردم، پوزش بخش. من از خودم شروع کردم، اتفاقا از خانواده‌ام شروع کردم و نوشتم و باز هم بنا دارم به همینطور مرتب انتقادای از خودم بنویسم. مثلا گفتم مثلا ورود سهمیه‌ای در واقع به چشم پزشکی که منتقد هستم نباید باشه، باید جمع بشه. خیلی از انتقادا داریم. من رفتم مثلا با سهمیه شورای نگهبان به حج
و اون حج رو اعاده کردم. اما آیا انتقادتون فقط به این آیا انتقادتون فقط به این مسائل جزئی مثل حج رفتن یا دانشگاه رفتن، یا اینکه در این نظام در بسیاری از کارهایی که شده و خطا بوده و خیلی جدی بوده، مسئله جان مردم در میان بوده، اینا هم شریک بودید؟ من به حمد الله این عنایت خدا بوده که هیچ جایی که یه همچیزی باشه و حضور نداشتم. چرا؟ تنها جایی که فکر میکنم حضور داشتم جنگ بوده و دفاع از در جبهه ها بوده. به عنوان یک رزمنده شب عملیاتی جنگیدم. الحمدلله در هیچ کدوم از اینها نبودم. به حمدالله خدا رو شاکرم که عنایت خدا بوده، یا مشغول جنگ بودیم یا دوران دانشجویی بود و مشغول درس بودیم. الحمدلله توی هیچ کدوم از این مسائل دخالت نداشتم. بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر مهدی خزلی از شرکتتون در برنامه به بار دیگر. ممنونم شما. موفق باشید. خداحافظ.